خانم آقایان سلام اینجا استودیو آرتاکس تاکس برنامه بلند روش خسرو نقیبی هستم و به روال هر شب قراره که درباره یک از فیلم های جشنواره فش صحبت بکنیم یک از فیلم های مهم جشنواره 37 سال دوم دانشکده من تازه ترین ساخته رسول صدراملی، ملی فیلم سازی که قطعا هم شما و هم خودم با کلی از کارش خاطره داریم فیلم سازی که این سالها خیلی کنارمون بوده همراهمون بوده فیلم هایی رو ساخته که به نظرم اتفاقات مهم سینما ایران بودن و موج درست کردن در سینما ایران فیلم تازش راجبش حرف زیاد داریم خوشحالم که امروز اینجاست آقا سلام سلام این نقیبی و خانم خوشخول سلام خوشخول. خوشحالم, 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 خوشحالم که اینجایی مرسی سال دوم دانشکده من فیلمی که یکم فکر کنم نمایش داده شدنش در روز اول باعث شد که در این روزهای بعدی آدم ها یادشون بره یکم در واقع تیاهوی فیلم های دیگه فکر کنم در واقع گرفتش ولی حالا که مونده یکی دو روز به اعلام نامزدها و قضاوت های نهایی به نظرم جزو چند فیلم مهم جشنواره ای امساله یه تایمی در واقع قیبت داشتید سینما ایران حدود هشت سال آره چی شد؟ چرا من اتفاق خاصی نیفتاد واقعیتش این نی که بعد از در واقع یه سگانه من کار کردم در ارتباط با زائر که تجربه عجیب غریبی بود به خاطر اینکه من دوباره خودم رو صفر کردم و دوباره وارد یک فضای دیگری شدم که هرگز تجربه نشده بود هر شب تنهایی شب هر شب تنهایی و در انتظار معجزه که اون دو دیده شده یکیش دیده نشده بعدش یه فیلم آخرین فیلم در واقع با مدیوم سینما رو کار کردم که زندگی با چشمانه بسته بود و بعد فکر کردم که تا موقعی که من ندونم که چرا دارم فیلم می سازم و ندونم که به خاطر چی من این قصه رو باید کار بکنم و اصلا چرا باید این فیلم ساخته بشه معمولا شوق کار ندارم و واقعیتش اینه که انقدر توی این دهه گذشته و سالها حوادث سریع و تند و ملتهب و تلخ و شیرین گذشت که تو به عنوان فیلمسازی که داری تو سینما اجتماعی کار میکنی هیچ چاره ای نداری جز اینکه کم تحمل کنی حالا بعضیا فکر میکنن که من خیال میکنم که قرار 500 سال عمر کنم بنابراین با صبوری و متانت میشینم تا سالها بگذره و بعد من بفهمم که چی کار میخوام بکنم ولی حقیقتش همینه تا وقتی که پرویز شهبازی خب دوستی قدیمی با هم داریم اومد و با سه چهار تا طرح و ایده مدت ها بود با من کلنجار میرفت که با کار کنم و یه قصه ای داشت به اسم چشم عروسک که وقتی من اینو خوندم سال 94 نوشته بود یه دفعه فکر کردم که خب میشه این کار کرد ام. میشه وارد ادامه اون تجربه های قبلی میشه وارد جهان ذهنی یه کارکتری شد که بدونیم احوالاتش چیه به نظرم هم همیشه اینو گفتم گفتم تو این روزا تو گوگل همه چی رو میتونی سرچ کنی ولی حال خودت نمیتونی سرچ کنی ام. نمیتونی بگی من 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 چه من, من, من من چرا من چرا دلگیرم من چرا خوشحالم من چرا غمگینم تجربه بسیار سختی بود برای اینکه ما بعد این کاراکتر رو از یه نقطه باهاش شروع میکردیم تا برسه به دورانی که تمام رویاهاش و تمام در حسرتهاش انگار که داره ناگهان یک شبه به بار میشینه و این غرق در لذت و شادمانی بشود که این شادمانی انگار که حق اون نیست و این لذت ها مال اون نیست و باید از اونها عبور کنه و پذیر واقعیت زندگی خودش رو این عبور این عبور از این در واقع دالان خیلی تنگ و مخوف و ترسناک و مخوف داشت. مخوفی, داشت. مخوفی که خیلی. همه ما تجربهش کردیم اه. همه ما تجربهش کردیم به نوعی نه حالا عین این قصه یه جاهایی میرسی که تو توی دوراهی از چند راهی گیر میکنی حالا بعضیا ریسک میکنن یه راه رو انتخاب میکنن بعضی ها خودشون خودشونو تیکه تیکه میکنن بخشی رو از این راه بخشی رو از این راه و بخشی رو از این راه و در هر حال پایانش یه جور چیز دیگه یه جور یا یا, یا رسیدن به یک در واقع داناییه یا منهدم شدن. میدونم که تو این فاصله 8 سال هم که در ازش حرف میزنید در واقع اون ور حساسیتتون به اخبار روز اتفاقات روز حساس بود داشتیم پیگیری میکردیم یه بارش خودم اومدم باتون صحبت بلد. کردیم در مورد گفتید که روی کاری کار بکنیم یعنی همچنان به نظرم این حساسیت های اجتماعی وجود داشت فکر می‌کنم. اگر هر که... درگیری های ذهنی, ذهنی و اینکه تو داری چی کار میکنیم و کجا بایی سدی بعد با در واقع کار بعدی چی باشه همیشه با آدمه و یه بار قرار بود با هم یه کاری رو جدی بگیریم که شما یه گروه تحقیق فرستادی چند تا شهرستان یه بار دیگه با یه خانم ترانه برومند نویسنده خیلی خوبیه و کار نمایشنامه نویسه خیلی خوبیه نزدیک دو سال ما روی یک فیلمنامه کار کردیم اگرچه خیلی خوب نوشته شد ولی اون چیزی نبود که من میخواستم همین الان من پنج تا فیلمنامه نوشته شده یه آماده م. دارم که نمیتونست شوق, شوق کار کردن ایجاد نمیشد م. آره خیلی به نظرم فیلمه چیز دیگه فیلمه یه جایی وای میسته که اولا که شاید فستیوال این فستیوال با این موجهای احساسی که وجود داره جای چیزش نباشه جای دیده شدنش نباشه یعنی به نظرم فیلمه در اکران کارش رو میکنه و آدمهاش رو پیدا میکنه خیلی قرائت های شتاب زده ای ازش شنیدم یعنی مثلا اون شبی که داشتم فیلم حرف میزدم توی برنامه هفت بعدش یادم های اومدن گفتن که اصلا قصه رو تو نفهمیدی اصلا قصه این نیست قصه در واقع این یکی ای... گفت این خیالات دختر از کلا یکی <متصف> دیگه گفت نمیدونم نه اصلا آقای صدرمیلی گفته که این قصه چیزه قصه در واقع تلاش این دختر برای احیای رفیقش این همه <متصف> این کارها رو داره میکنه واسه اینکه این در واقع احیا بشه گفتم به نظرم خیلی قصه جاه طلبی قصه بلند پروازیه و قصه نشدن همون چیزی که در واقع, <متصف> <متصف> در واقع اینجا توضیح دادید دیگه که قصه که در در یک مقطع از زندگیمون هر کجوم اون یه تلاشی میکنیم برای اینکه یک پر محکمی بزنیم یه ذره بریم بالاتر و بعد میرسیم وای میسی میبینیم که نه دیگه یه تقدیرگرایی در واقع توشه دیگه تو یه سرنوشتی داری که باید اون رو بپذیری و ادامه بدی آره اون دقیقا فصل سردی که ته قصه که آقا همینه دیگه ته ماجرا و همینقدره آره همین واقعیتش اینه که حالا نیلوفر هم هنوز حرف نزد من ولی آره. من این توضیح رو بدم به نظرم جشنواره فنفش علاوه بر همه زحمتایی که بچه‌ها میکشن تو همه دوران ها جدی میگم یعنی شا... ش... من میدونم چه... چه... رنجی میکشن تا این جشن برگزار بشه خب این یک سوی ماجراست و بعد چقدر حالا متهم میشن چقدر نقد میشن چقدر بی انصافانه, دیده نمیشه این تلاش هاشون این یه بخششه یه بخش دیگه هم اینه که فرض کن سی و یک فیلم یا سی و دو فیلم چه در بخش نگاه نو چه در بخش صدای سیمر آماده میشه قرار ده روز اینا دیده بشه فستفوده مگه که تو روزی چهار تا فیلم ببینی و بعد تون تون مثلا اون موقع ات... ه... کسی دیگه حواسش نیست که آقا این سی و دو فیلم هر کدوم از این فیلم ها به طور معدل شست تا هفتاد نفر بچه های سینما توش بین دو سال تا یک سال زحمت کشیدن جون کندن و تلاش کردن و تو باید اول این تلاشه ببینی چجوری می شود که مجموعه آدم هایی که دارم میگم زب در حالا این سی و دو رو زب در اون شست نفر بکن شست نفری که هر کدوم اسم دارن سابقه دارن کارنامه دارن بلند پروازی دارن و رویاهاشون و آرزوهاشون چه صدا بردارش چه گریمورش چه ترسن و لباسش چه تولید و تدرکاتش و چه گروه کارگردانی و بعد از اون طرف گروه تولید و تهیه کننده همه چه زحمتی میکشن تا یک کار آماده بشه به احترام مردم و به احترام سینمای ایران و به پیوندن به در واقع جایی به اسم جشنواره فجر و بعد اون موقع تو میشینی میبینی که مثلا چه میدونم حالا دو تا چقدر بعد قضاوت میشه چقدر سریع و شتاب زده دیده میشه عین همون فست فود تون, تون ساندویچ رو بخورن تون تون فیلم ها رو ببینن حالا یه ورش آدم قدیمی ها یه ورش حتی دقیقا اتفاقی شده با مسعود فراستی و سعید قصه اون مهم. یه بخشه مهم. یه بخشش دقیقا این تب شبکه های اجتماعی و تب در واقع اینکه همه سایت ها و, و اینستاگرام ها, ها در واقع دو خطی که فقط در دو خط تکلیف ماجرا رو سریعا و دوشن ماراتونه، یه ماراتونه یه آره. ماراتونه به شدت چیز تخریب کننده ای که هر کی میخواد خب ما همه من تیز میدونیم چیه سو تیز میدونیم چیه مدیا رو میشناسیم رسانه رو میشناسیم کار کردیم هممون هم توش و اینکه تو بخوای تو این ماراتون از بقیه این هر کسی کانالایی که وجود داره یا نمیدونم پیج های انبوه پیج هایی که وجود داره تو برتر باشی تو بهتر باشی یه منتقد بزرگم تو منتقد شبکه سه میشینه و بد رو میآموزونه یکی بگه که آقای فراستی عزیز نقد نفی نیست نقد درکه اصلا قرار نیست که شما این سی و دو فیلم رو دوست داشته باشین همه این سی دو فیلم رو دوست داشته باشید اصلا برای خاطر خوش آمده شما این فیلم ساخته نشده شما باید این فیلم ها رو با تعمل نگاه بکنید و بعد زیبایی شناسی کار رو درک کنید و بعد لحن داشته باشید در واقع منتقد داره ماها رو متهم میکنه به کلیشه اینو با یه جای دیگه صحبت کردم ولی در واقع خودش داره با کلیشه ترین شکل رایج ممکن ما رو نقد میکنه یعنی مجموعه حرفای آقای فراستی من تمام برنامه ها رو دیدم منهای تمام برنامه های هفته دیدم نه میزن یه توییت <تص> درخشان کردید اصلا من از اون روز عاشق اون به نظر اونا هم تلاش ستایی نشستن دارند فیلم خواهیم آبیار از اول دیگه خواهش میکنم واقعیتش نیه که خب برنامه خیلی زحمت کشته شده ساخته شده بود لطیفی آقای لطیفی عزیز شروع خوبی داشت شروع قابل قبولی داشت و به نظر من به که ادامه بده و جدی تر باشه مطمئنا موفق میشه و گروه گزارشگراش خیلی زحمت میکشیدن ولی به میز نقد که میرسید داستان از این قرار بود که منتظر بودن فیلم ها رو دوست داشته باشن همه آقایون یا همه فیلم ها بر اساس مزامین و مفاهیمی باشه که اونا دوست دارن اصلا قرارش اینجوری باشه دقیقا بهت میگم میگشتن ببینن کدوم سکانس ها رو کارگردان بیشتر برایش زحمت کشیده کدوم شاه سکانس های فیلم است عملا اون پیدا میکردن با اون شروع میکردن و اون رو اول منحدف میکردن و بعد تو داری در مورد لحن با من فیلمساز حرف میزنی و خودت نمیدونی لحن آداب و آیین گفتگو با فیلمساز و با مخاطب چیه اگه حتی بخوایم من تو درواز دولاب بزرگ شدم لحن درواز دولابی باشه توش یه مرام هست توش یه معرفت هست اگه قرار لحن شم نمیدونم یه دانشجو باشه توش یه شوق و شعفی هست اگه قرار لحن یک معلم و استاد دانشگاه باشه توش یک دانایی و در واقع ارزش مفاهیم هست تو چجوری میتونیم من تمام ک... کلمات این دوستان چه دو تا منتقد ثابت یا حتی سه تا منتقد اولا قرار بود گردشی باشه من نمیدونم چرا از یه انگار که هیچکس نرفته انگار که هرچی تلاش کردن فقط همین چهار نفر اومدن در واقع سه نفر چگونه میشه تو در مورد لحن فیلم من حرف بزنی و خودت این لحن رو نداشته باشی که با مخ... به مخاطب رو درست راهنمایی کنی که اگر از این جور سینما خوشت میاد این فیلم رو ببین و اگر از این جور سینما خوشت نمیاد این فیلم رو نبین و ببینی که فیلمساز قرار بوده چی بگه آیا تو گفتن اون چیزی که میخواسته بگه چقدر موفق بوده نه اینکه تو با در واقع یعنی بدتر... با, با پنجاه کلمه به واقعا بین سی تا پنجاه کلمه اگر شد و کلمه من سینما رو میذارم کنار مجموعه کلماتی که اینا توی این ده شب به کار برده تو این هفت شبی که من تا الان دیدم به کار برده به پنجاه کلمه نمیرسه اه... نه 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 من واقعا من... برم... پارتنر رو نگه داریم برمیگردیم دوباره بهش اه... با خانم خوش خلقم بیارم من نشنیده بودم و بینم واقعا راست شو الان یوید ناراحت شدم چی شده نه برای این ناراحت شدم که شما انقدر ناراحت نه نه من ناراحت نیستم واقعا چیزه نه بازی رو اصلا به آقای صدراملی آره آقای صدراملی که سابقه در واقع نگاریشون خیلی قدیمی از همه آدم هاست و خب من مثلا کاملا یه سری چیز مشخص وجود داره دی. یه سری خط کشی این مشخص وجود دیگه. داره دیگه مثلا چیزه آره که یه ذره در واقع برمیگردیم این بحث بله. نه بله خانم خوش خوبین مرسی خیلی حجم شما خسته <تصفح> نباشید جدیات رو خواهش آره. من فقط یه جمله کوتاه بگم خاص رو یه تعداد بازیگر بودن آقای علی مصفا بود خانم بیشکار بود آقای خانم شقایق فرهادی بود نیلوفر خوشخور بود بازیگرای خوب جدی سینمای ما که برس. لطف کردن و اومدن تو پروژه سال دوم دانشکده من و نقش های کوتاه و مکمل بازی کردن با این نیت که بهشون صحبت شده بود که دو تا بازیگر جوون این فیلم که برای اولین بار تو این فیلم دیده میشن کارشون رو خوب انجام بدن ام. این تشکر رو از همه بچه هایی مرسی. که در واقع عوامل پشت صحنه مبد بکنم از جمله بازیگره هم خوش این مدت یکم به نسبت حضورهای پیشین به نظرم کمتر داشتین بازی میکردیم این حالا چند ماه اخیر هم توی بینوایان در واقع در پارت دومش در واقع در اجرای دومش حضور داشتیم و هم با فیلم آقای صدراملی تو نقشی که به نظرم با اینکه صحبت نمیکنه و حضور خیلی در واقع پررنگی نداره ولی تاثیرگذاره اونجا هم در واقع توی بینوایان هم توی آواز من شنیدم متاسفانه من اجرا اول دیدم اجرا شما رو ندیدم ولی همونجا از بچه هایی که در واقع داشتن کار تیم آوازی رو میکردن و حضور داشتن شنیدم که خیلی حضور پررنگی داشتید حضور پرفیمونی داشتید تغییر مسیری دادید خودتون به چیزی فکر کردین که یه ذره استاپ کنید دوباره شروع بکنید چه اتفاقاتی افتاده به قول آقای صدراملی بعضی وقت یا ما منتظر میشیم یه ذره دست نگه میداریم بعضی وقت نمیدونیم چی میخواد پیش بیاد دقیقا اول از فیلم آقای راملی شروع شد گفتن دستم خوبه آره <تصفح> من خارج از کشور بودم و میلاد با من تماس گرفت گفتن گفتم حتما خیلی هم دوست دارم که افتخار نصیبم بشه و میدونستم می که نقشم کمه و همونطور که گفتم توی م... سینمای ولی موثر آره خیلی میدونستم ولی با این حال خیلی هم برام مشکل بود چون که نقشای کوتاه خیلی مشکل تره که بله. حتما میدونید خیلی سخت ولی اومدم و, و کار دوست داشتم بچه‌ها رو دوست داشتم خیلی اصلا همیشه چی برام جذاب بود دوست داشتم کار کنم بعد از اینکه رسیدم دوباره کارم انجام دادم برگشتم برگشت دوباره خارج شده. از کشور بودم دوباره به من زنگ زدن سر بینبایان که بعد برگردم موقع که دیگه تازه پنج روز بود رسیدم برگشتم و اون کار رو انجام دادم و تمرینم هم نداشتم ایشون <تصفح> میدونن دقیقا بچه های چار پیمایی تمرین داشتن ولی من متاسفانه همه کارام اینطوری <تصفح> <تصفح> نقشه یه مادر رو بازی کرد نیلوفر و یادت باشه ما تو سینما ایران همیشه نادر یه چیز داره دیگه یه شکل شمایل از پیش فرض شده هست یکم میانسال یکم فربست یکم مثلا سنگین راه میره یکم و بعد ولی نفر اومد و با توجه و میخواستم این کلیشه رو در واقع بشکنم کلیشه ای که بیشه واقعا هر کسی تو هر شمایلی تو هر فیزیکی واقعا مادر باشه پدر باشه و و فیلمنامه کوتای فیلمنامه خوبی هم داره واسه نقش دیگه یعنی از اولین جایی که در واقع وارد اتاق دختر میشه بعد چمدون شاتا نمیشناسه تا بعد در واقع دلسوزی هایی داره بله این اصلا این سادگی و این باورش باور ب... خیلی خیلی اولش میگم خیلی سخت بود با آقای که صحبت کردیم خودمون سه تا تصمیم گرفتیم که نه بذاریم همین آره گریم عجیبی نشه نشه اینا که استفاده کردیم و این مثلا تضاد سنی زیاد نباشه برای خودم هم جالب بود م. خیلی ولی میگم مشکل بوده خورده ولی با کمک ایشون چه کدهایی واسه استفاده کردین چیا گرفتین از فیلم نامه چیا رو در واقع فکر کردین بولد بعد بکنین توی آدمه فکر می‌کردم که خب به هر حال این خانواده مذهبی بودن و وابستگیاش به بچه‌شه دیگه ام. همه چیزش بچه‌شه زندگیشه میدونین دیگه ایمانش ایمانش اها ایمانش خیلی مهمه سعی کردم رو اون ایمانه یعنی سعی کردم همش نشین گریه زاری کنه و بیشتر قوی باش و اون ایمانش انقدر قویه که میدونه بچه‌شو رو میتونه برگردونه و همین باعث شد که حس کنم که همش دارم با خدای خودم و با اون زمینه فرهنگی که داشتن و اون استفاده کنم و دیگه همین بینوایان رو بعدم گفتیم بعدش هم همونجا تا رسیدم گفتن کاندید شدی بله در چه <applause> <دست را> <applause> <جشماری> توی امریکا تو کالیفرنیا کوین پال مم. و روزریتا فکر کنم که جایزه بهترین بازیگر زن برای چه کاری؟ یه کار کوتاه مه کارگردان آقای علی شورورزی ولی میگم اصل کاری کار آقای بود که من استارت کار رو زدم و فکر میکنم ولی این, این که گفتم و پس خودتونم در واقع چیز فکر شده است دیگه یه تایمی در واقع بله. استاپ باشه این که دوباره ولی توجهش به واقعا میگم علاقهش و توجه به انقدر هست که به کارگردان امنیت و خاطر میدنی لیفر میتونی بهش اعتماد کنی و دورترین نقش هایی رو که فکر میکنی شاید مثلا مال نیلوفر نباشه ولی این باور پذیر بازش کنه مرسی این نظر لطف بتونه ولی منم یه خاطره با دارم سر کار اول که رفتم موقعی صدر آمدی می حرف بزنم خب نقشم کوتاه بود نمیخواستم یه جوری رفتار کنم بگم فقط میخوام مثلا یه کاری کنم که از ریالیست در بیارم هام. و میخوام بازی کنم یه جوری هم میخواستم ولی بگم مثلا این کار رو بکنم بهتر یا کار میدونی میدونیم یادتون هست یعنی بله. ترس بله. داشتم بعль. که میگم خیلی افتخار نداشتم باشون کار کنم و ولی دیگه یه باشه هم دیگر پیدا کردیم نه خروجی موفقی داره به نظرم به ا... نظرم خیلی کار سختی بود ایشون هم خیلی زحمت کشیدن و پربازیگر و کار خوبی بود من،, من, که کار دوست داشتم و میدونم که کارشون خیلی سخت بود یه تیکه فیلم رو بریم ببینیم جریان در واقع فیلم قرار بگیرم مخاطب اینم فیلم رو ندیدن بعد دوباره برگردیم به بحث ببینیم یه تیکه از فیلم رو برمیگردیم سال دوم دانشکده من ساخته رسول صدراملی در جشنواره 37 فیلم فجر بخشش رو با هم دیدیم برگردیم تو استودیو آقا خیلی نقد ها به حرف هایی که راجع فیلم زده شد چیزای عجیب غریبی بود یه سوال احمقانه همیشه اولین این گفتگو مطبوعاتی وقتی خودمون هم می‌کردیم بچه بودیم گفتیم چرا سال دوم دانش بعد الان تقریبا نقد شده میگن که چرا سال اول نه چرا سال, سال سوم نه یکم چیا چیا خوندید حالا یکیش همین ولی چیزای دیگه هم که به نظرتون من نه نه هم. در نه در اومد چیا همین این در واقع مثلا تهیه کننده از نمیدونم آقای ردایی مسعود ردایی که خیلی زحمت کشید و چیز سر این کار و تهیه کنندگی این کار رو به عهده گرفت واقعا اولین فیلم منه که من دارم با یه تهیه کننده مستقل کار میکنم و برام خیلی خوب بود که یه آرامش خاطری بیشتری داشته باشم در مورد اسمم چون چشم عروسک بود دیگه من دلم میخواست در ادامه مثلا اسمایی که لحن کارهای من دختری با کفشای کتانی من ترانه 15 سال دارم دیشب بابا تو دیدم آیدا. زندگی با چشمان بسته این هم بشه سال دوم دانشگاه من ولی بل... چرا سال دوم و نه سال اول و نه سال سوم بدلیل اینه که سال دوم سال مهمیه تو زندگی دانشجویی سال اول سال کشف و شهوده دانشجو وارد دانشگاه میشه و حالا چشم و گوشش هنوز بسته است هنوز, هنوز, هنوز اطراف رو نگاه میکنه آدم ها رو نگاه میکنه با کی دوست بشه با کی دوست نباشه سال دوم ولی خیلی سال مهمیه سال که دانشجوها خیلی ها ممکنه به این نتیجه برسن که انصراف بدن خیلی ها ممکنه به این نتیجه برسن که ادامه تحصیل بدن کاملا جدی و تا انتها برن سال تثبیت دیگه در واقع انتخاب سال, سال دوم خیلی سال سال عاشق شدن سال, سال نمیدونم جدی تصمیم گرفتن خیلی سال حالا تمام دانشجوهایی که در واقع این دوره رو گذروندن میتونن بفهمن که چرا سال دوم هم. و چرا سال اول نه و چرا سال سوم نه چون سال دوم مهمترین نکتهش نه که سال اول نیست و از اون مهمترین این که سال سوم نیست <applause> تو تئاتر هم یه چیزی با مزه من متوجه شدم به دفعه اول که اجرا میدی انگار هیچ اتفاقی نمیفته <applause> ولی دفعه دوم استرسش بیشتر دفعه سوم تو تثبیت شدی دیگه تکلیفت با در واقع چشمندازت روشن حد درول. غیر از سال دوم دانشکده من این روزها پخش یک مستندی اون طرف داره در واقع چیز میکنه شما رو وسط یک ماجراهای های دیگه ای هم قرار داده رسول صدراملی جوانتر خب ما همه سابقه روزنامه‌نگاریش رو میدونیم خودتون روش تاکید کردید دربارش فیلم ساخت کار ساختین در واقع در یک مقطعی ولی خب این نسل جوون میخوام اصلا به این چیزه برسم که این نسل جوونه که همزمان داره اون شبکه های مجازی رو با دو, دو خط در واقع تکلیفش روشن میکنه یه چیزهایی رو هم داره کشف و شهود میکنه که کشف و شهودی نیست یعنی <laughs> که اگر یه ذره در واقع مطالعه داشته باشه یه ذره در واقع قبل سر دیده باشه میدونه که در جریان همین چیز قرار میگیره نه آره دیگه این داده هایی که میشه در واقع طنز ماجرا اینه که من این روزا یعنی یکی دو شب گذشته همینجوری آویزون بین مثلا مسعود فراستی و سالومه و مسیح علی و هر سه از زی... هر, هر کدوم از یه زاویه دارن سعی میکنن که بگن که من آدم مهمی نیستم و ضمن اینکه دارن سعی میکنن بگن که من چه کردم اینقدر روشن و واضحه ببین من در واقع از 17 سالگی کار مطبوعاتی شروع کردم و بعد برای از مثلا چند سال کار تو زمینه اطلاعات با کمک هایی که از خود روزنامه گرفتم قرار شد برم ادامه تحصیل بدم توی فرانسه تو مونپلیه دانشگاه پول والری جامعه شناسی بخورم یک سال نیم من توی جان... چیز بودم پول بودم که امام خوینی اومدن پاریس و بعد اومدن نوفل شاتو و بعد من یه روز صبح که وارد دانشگاه شدم به من گفتن اون که موبایل رو نمیدونم ایمیل رو ایمیل و اینا نبود که به من گفتن یه تکست از روزنامه اطلاعات رسیده به دستگاه تکست. تکست بود یعنی مثلا خبرگزاری ها بود چیز مثل تلگراف دیگه یه تکست رسیده یه تلگراف رسیده از تهران که از آقای غلام حسین سالهیار سردبیر روزنامه اطلاعات که تو پاشو برو نفله شد بعد من در اتاقم گفت کردم فکر کردم یه سفر یه هفته ی ده روز است گردم دیگه و رفتم و تمام سه ماه رو اونجا بودم از روزنامه کیهانم خانم امیری بود یعنی ما دو نفر بودیم فقط بنابراین تمام اطلاعاتی که باید از اونجا به تهران و به مردم منتقل میشد فقط من بودم هیچ کس دیگه نبود خود این یه آشنایی ایجاد کرد بین من و اطرافیان بیت آیت الله خمینی من با همون پرواز چون مگه میشد اون پرواز از دست تو خبرنگار باشی تو پر از رویای روزنامه چون اصلا من به سینما فکر نمی اون موقع پر از رویای جهانی یه روزنامه نگار جهانی بودن باشی و بعد مهمترین پرواز قرن داره اتفاق میفته و تو بگی من نمیام بنابراین من به هر شکلی اون موقع مسئول ثبت نام چیزام ثبت نام این اه... کسایی که میتونن با این پرواز بیان که همان باید مرد باشن به دلیل خطراتی که پرواز رو ته... تهدید میکرد اه... محسن سازگار گفت اون محسن بعد یادداشت یاد میکرد چقدر من با این صحبت کردم صحبت کردم تو بالاخره هم من و هم خانم امیری چیز شدیم موفق شدیم که مسافر این پرواز بشیم رسیدیم تهران و بعد ده روز بعد انقلاب پیروز شد و باز تو مدرسه خیامون ایران مدرسه رفاه داشت اتفاقای مهمی می میافتاد در تاریخ این مملکت اسم ها آدم ها و کسانی که فارغ از هر قضاوتی داشتن اونجا در کوتاه زمان ممکن محاکمه می شدن و خب یکی بعد میرفت یکی بعد میدید از تمام این آشناییایی که تو اون سه ماهه بود من استفاده میکردم و واقعا با التماس که برم و بتونم حداقل با هر کدوم از این اسم ها و نام ها که همشونم هم مهم بودن من دو کلمه من, من زمانی که دوربین اومد تو زندان قصر برای محاکمه دادگاه امیرعباس هویدا و با, با با گریه های من اومد که بذارید رو ثبت شه بذارید اینا بمونه اصلا هر چی که هست بذارید این تاریخ ما اینقدر چیز نمونه عقیم نباشه حالا یه کسی میاد بعد از مثلا چه سال یه بخش مثلا کل اون گفتگوی من اصلا مثلا فرض کن چهار دقیقه چون چون رفتم و دیدم حال خوبی نداره آقای نسلی، تیم سر و هم، با همین لحنم باهاشون صحبت کردم و چند تا سوال که اون روز تو ذهن مردم بود که چند تا نیرو دارین چقدر حقوق میدادین چیکار کردین چیکار نکردین دو سه تا سوال اساسی که مهمترین سوالای ذهنی مردم بود رو پرسیدم منم قرار نبود فیلم برداری کنم آقای خدا رحمت کنه آقای هوشنگی یه دوربین داشت که بعد شد خبرگزاری ایرنا فکر کنم یه مدت اونجا بود فکر کنم که راجب این حرف بزنیم که این روزها رو وسط این و اتفاقات اونم یه یه چیز اضافه ای روی و بعد حالا اگر است. اگر اگر واقعا شما براتون مهمه یا آدمی اگر, اگر،, اگر میخواین چیز در واقع از اهمیت ای یک آدم بگین مجموعه اون مصاحبه مثلا پنج دقیقه است چهار دقیقه پنج دقیقه است مجموعه پخش کنید هم. چرا میاین مثلا یه جوری که مثلا بعدم چی ما که باز دوباره گوشی و ضبط صوت هم نداشتم من من فقط بعد یادداشت میکردم باورت نمیشه یعنی ضبط هز... یعنی صوتی وجود نمیش من یه دوربین داشتم با یه لنز واید که و یه تلزوم همه دارایی من که از روزنامه من بود همین دوربین بود تمام مدت توی اون سه ماهی که تو نفلشات بودم کارم این بود چون پولی هم نمیشد از تهران برسه به اونجا کار من این بود که از بعد از اذان صبح از وقتی هوا روشن میشد من عکاسی میکردم تا غروب شب نمیتونستم چون فلاش کم جون بود و بعد ساعت 11 صبح که میشد ده و یازده صبح که میشد خب همه گنده ترین های همه آژانس های خبری جهان اونجا بودن اون پرواز میدونی چرا به سلامت نشستم این برای اینکه درایتی توش شده بود به هر دلیلی که هفتاد درصد مسافران اون پرواز مهمترین خبرنگاران سراسر جهان بودن از آمریکا بگیری تا اروپا تا هر جایی که تو بگی. همه ای اونا الان هستن و آدم های بزرگی هم. من رفتم بعد 20 سال اینا رو پیدا کردم باشون گفتگو کردم خب من فقط یه دوربین عکاسی داشتم و اینکه در واقع چیکار بکنم که وقتی ماشین آیت الله خمینی مثلا میرسه از فرودگاه جلوی مثلا دانشگاه تهران یا یک کمی نزدیک اونجا روزنامه ورود مثلا تو دست مردم باشه یک من روزنامه نگارم رو. من یعنی بلدم این کارو یعنی از بچگی تو این کار بزرگ شدم و همون شم روزنامه نگاری و همون شم خبرنگاری به من میگفتش که از هیچ گفتگویی نباید بگذرم. برگردیم فیلمه. چشم ولاد آقای صدراملی از یک نسل و من تو نسل بعدی یه حجم زیادی از این اتفاقات مهم رو توی درون روزنامه تجربه کردیم. مشاله کم هم نداشته دیگه در این بله. چیز باله. <applause> سال اینقدر اتفاقات مهم افتاده و وسط این بحران ها بودیم و فکر کردیم که باید تیچ میزدی باید انتخاب میکردی باید سمت درست وای میستدی یعنی اینقدر اتفاقات اتفاقات و تو تمام مدت ]ه. حتی از, 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 ببین 22 بهمن انقلاب شده من هشت اسفند 57 فیلم شروع کردم نه که خودم بخوام یه تنها دوستی که من تو سینما ایران داشتم امیر قویدل بود و امیر قویدل اومد پیش من یه زهری بود که با من نهار بخوره گفت الان الان که دیگه حالا انقلاب شده الان که دیگه فلان حالا من بالاخره بعد از مثلا 15 سال دستیاری میتونم فیلم بسازم گفتم من بعد چیکار کنم گفت یه هر موضوعی که تو فکر میکنی خوبه بگو و به من کمک کن که فیلمو بسازیم همون موقع گزارش دستم اومد از فرار سه سرباز قاسم دهقان سنگستانی محمد محمدی خلص و علی قفوری سبزواری اولین سربازانی که شلیک نکرده بودن به سمت مردم کمتر سربازی شلیک کرد واقعا همه سعی میکردن به آسمان بزنن ولی به این ستا فرار کرده بودن و برای چیز ارتش مهم بود که این ستا رو دستگیر کنه گزارش فرار این ستا و چگونه نجات پیدا کردنشون رو میز من بود برای چاپ گفتم امیر میخوای اینو بخون ببین خوبه که خون گفت این فوق است گفتم به یه شاد کمکت میکنم و اونی که قصه شو خودم بنویسم تو فیلم نامش کن و بعد اینکه خودشون بازی کنن به خاطر اینکه اون وجه مستند بودن حرفم اینه هشت اسفند چراغ سینمایی رو روشن کردم من زمانی که خونبارش رو کار کردم زمانی که چیزو کار کردم رهایی رو کار کردم اون اولین اول فیلم خودم و بعد گلهای داوودی رو هیچ کدوم از این سه تا فیلم ها پروانه ساخت نداشت اصلا ارشادی نبود اصلا چیزی به اسم فارابی وجود نداشت اصلا هیچ کس نبود تنهایی تصمیم میگرفتم و همه میگفتن دیوانه ای تو داری چیکار میکنی ولی میدونستم که سینما مهمه و میدونستم که ما باید سینما داشته باشیم و میدونستم که اگه من و بعد در پی من پنج یا شیش نفر اگه فیلم نمی ساختیم اون روزها با این شکل چیزی به اسم سینما الان وجود نداشت یا حداقل این سینما نبود برگردیم سراغ سال دوم فیلمه جهان زنانه داره اصولا مدل انتخاب ها و اینها میخوام فارغ از اینکه تو فیلم بازی کردی وقتی فیلم نامه دستت رسید وقتی خوندیش حالت با این قصه ها با این اتفاق چی بود این جهان زنانه ها چه, چه گیرایی واسه داشت واسه یادآور چیزهایی بود آیا راستش اینقدر حواسم به این نقش خودم اول بود که این کار من که یه مادر با این دختر 18 19 24 5 ساله بیشتر دیگه بعد یه <laughs> خورده برام خیلی سخت بود فوکس کرده بودم روی اینکه چیکار باید بکنم و چی باید توی مدت تایم هم, هم کم بود بعد بله. برمیگشتم و ولی کلا اینکه آره مجموعه زنانه بود و اینا خب دوست داشتم کلا دوست دارم کارای زنانه رو ایشون خانم آبیار رو متهم میکنم به این متهم نه یعنی مسئله شو اینه که چگونه نرگس آبیار یک فیلمی ساخت که همش مربوط به مرداست و بعد من <تصفح> چگونه فیلمی ساخت که مثلا اصلا نمیفهم یعنی چی اون شب تو ندیدی خسرو شما چیزه فیلم نرگس آبیار رو داشتن دکوپاج میکردن دوباره چرا به مردم میگه دوربین اینجا بود این پلان اینجوری میشد اگه زوم بک چرا با شکی با کرد حالا زمین این که اسم بازیگر چقدر پلان اینجوری معنا میشد خب این یعنی چی یعنی شما دارید تمام علایق سرانجام نرسید نرسیده خودتون رو الان خرج این دو فیلمی میکنید که با این رنج ها و با این مشقت آماده شده برای اینکه جشنواره برگزار شه برای اینکه تو ده شب بیای اینجا تونتون فیلم ها رو ببینی و اینجوری تونتون قضاوت کنی من کاری به نقد نمیسایی دیگه ندارم ولی آقای فراستی یه الگو میتونست باشه برای منتقدهای های جوان ما و همون لحنی که بهش قبلا اشاره کردم و بهشون لحن یاد بده و بگید که لازم نیست شما فیلم دوست داشته باشین ولی حق نفی ندارین درک کنید فیلم رو و بعد آره هر چقدر میخواین چیزش کنید هر چقدر میخواین گزنده بنویسید هر چقدر می تند بنویسید اما آداب نقد رو رعایت کنید آداب مدیا و حضور در تلویزیون و یک رسانه عمومی رو رعایت کنید یه چیزی نوشتم دو سه چهار روز پیش درباره این اینکه سینما فوتبال نیست اینکه در واقع فکر کنیم هم. که اگر یک طرف بخواد برنده باشه حتما طرف مقابل بله. بازنده باشه اتفاقی که افتاده تو جشنواره امسال مخصوصا و... حالا من واقعا قسم با مسئول فراستی و مجموعه منتقدان در واقع تثبیت شده سینمای ایران یه ماجراست یعنی احساس میکنم که آقا ما تهش هر موقعی که جدول مثلا ارزش گذاری میذاریم واقعیش مم. نه اینی که هر کسی داره چاپ میکنه اونجا به ارزش گذاری اصلی ما تهش 10 تا 15 تا 20 تا منتقد داریم که در واقع همه تیف ها به عنوان منتقد روشون اتفاق نظر دارن و قبولشون دارن باقی ماجرا اتفاقا به نظرم یعنی بخش خرابتر اوضاع خرابترمون اون بخشیه که میگم این صفحات مجازی درست کرده و جوانهای خیلی جوان من خودم هم مثلا خب شما یادتون من 18 19 سال وقتی وارد شدم با نقد فیلم شروع بلی. کردم ولی خب اون موقع خیلی آره حیات بود بعد گزارش. فیلم و اینا بل. فاصله خیلی فاصله چیزی بود یعنی تو خیلی باید تثبیت ثابت میکردی خودت رو واسه اینکه تو اون فیزا وایستی و به آدم بزرگتر خودت ثابت میکردی که این کارا رو بلدی ما هم اومدیم تو روی در واقع بخشی از منتقدان است قبلی وایستادی ما هم شلوخ کردیم ما هم این کارا رو کردیم ولی یک چیزی پیشینه ای پشتش بود یعنی ما مثلا چنان من خودم از 7 8 سالگی یعنی از خوندن که یاد گرفتم داشتم نقد فیلم میخوندم و داشتم در واقع و یه سینما میخوندم. خود رو متوجه این حرف تموم شد از, با از چی شروع میکنه نه مثلا اینه که از در واقع انگار که تاریخ از خودشون شروع میشه دلوقتي. از لحظه ای شروع میشه که خودشون تا به میدون گذاشتن و سلایق خودشون فقط آره و چیزهایی دارن میگن و حرفهایی دارن میزنن یعنی جهان واسه اینه که خب اگر که داری فیلم تعریف می‌کنی پول گرفتی رپورتاجه. چون م. جهان خودشون همینه رفتن با فیلم ها بستن مم. یا نبستند بنابراین تو هم اگر که در واقع کار اصلی تو رو داری انجام میداری این کار رو انجام میدی فکر میکنن که در واقع همه چیز به مناسبات رف... رفاقت یا غیر رفاقت با آدم ها برمیگرده یعنی یک چیزهایی قاطی شده و امسال میگم تبدیل به این شده که چون ما میخوایم دو تا صد فیلم رو ببریم بالا بقیه فیلم ها رو باید بزنیم و امسال هیچ ام... تصوری ندارن امسالی که حداقل دیشب لیست کردم 13 فیلم مهم در این جشنواره همین 13 فیلم مهمی که مثلا تو فیلم های غیر مهم مثلا فیلم معکوس فولاد کیمیایی که تو اون 13 تا فیلم نیست فیلم زحمت کشیده شده یعنی پروڈاکشن داره اجرا داره فیلم مثلا میلاد سعد راملی اگر توی در واقع اون لیست مثلا 13 فیلم قرار نگرفته پروڈاکشن و اجرا و نگاه توش وجود داره تو میفهمی که آقا این آدمه اوکی فیلم اولش این هست ولی فیلم دوم سومش میتونه اتفاق باشه ما, ما، چون اگر این آدم ها سال مثلا 89 90 رو دیده بودند نه خیلی عقب با 80 هم کار ندارم در واقع همین 7 هم سال حرف میزنم اگر اون رو دیده بودن که سینمای ما محصور بود در یک سری آپارتمان و یک سری فیلم آپارتمانی و تولید ارزون قیمت اگر اینا رو دیده بودند، امسال به نظرم همچین اتفاقاتی نمیرسه این مدل برخورد کردنه که آقا شما اگه میتونی که همه چی رو نفت کنی واسه که دوتا فیلم ببری بالا اصلا سینما این نیست برد ما قرار نیست باخت دیگران دقیقا. باشه اتفاقی یک چیز عجیبیه اصلا امسا. چند تا چیز دارم من چند تا سابقه داوری دارم دیگه توی این در واقع جشواره واقعا کار سختیه کار سخت بی, بی چیزیه بی دستمزد و بی, بی مواجه هست یعنی تو داوری میکنی و بعد بابتش همه فیلمایی که انتخاب میشن حقشونه چون به هر حال خوب بودن که داورا خوب دیدن که انتخاب شدن و همه اونایی که انتخاب نمیشن انگار حقش ضایع شده یعنی هیچ چیز نه دنیا نه آخرت واقعا گیر داورا نمیاد و امسال چقدر دشواره که این واقعا برای, برای این تیم داوری که به قول تو حالا ما تو گفتی 13 تا من میگم 10 تا 10 تا فیلم به هر حال تحصیل گذار که 5 6 تاشون همین تو آرای مردمی هم خیلی خوب داره پیش میره خب سخت این دا. حالا فضای نقد فضای بررسی فضای یک برنامه تلویزیونی پربیننده و اینه که آرامش خاطر ایجاد کنه یعنی نقدهاش به جان بشینه وقتی به جان میشینه یعنی اینکه درست دیده بشه هم مضمونش بهش پرداخته بشه هم تکنیکش پرداخته بشه هم فرم هم محتوا هم ساختار هم همه اون چیزی که گاره و تو وقتی همش دنبال اینی که از چه فیلمی خوشت میاد که بگی به به من یه فیلم خیلی خوب دیدم یا از چه فیلمی خوشت نمیاد که بگی مثلا وای من مثلا چه خب این این, این اصلا بله تصورشون بله روزنامه نگاری و نقد بله میشه که نه منتقدان جوان ما بیان همه تو کمتر از یه پاراگراف اظهار نظر کنن بنویسه بعد 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 خیلی بعد بازی ها بعد کارگردانی بعد ساختار بعد حالا این شد این نقده آره نه خیلی وضعیت عجیبی به نظرم امسال و در... سال به سال به نظرم داره بدتر میشه واقعا داره بدتر میشه نه ماش. به نظرم باید یه فکر ساختاری بشه ببین همیشه این بحث بوده یا باید ما جشور فجر رو ببریم به سمت اینکه واقعا فقط یه جشن باشه که این بحث کاملا میتونه جدی باشه یعنی همه فیلمایی که میخوان و درسته با یک شرایطی بیان و در واقع توی این ده روز دیده بشن شهرستان ها استان ها جشن برگزار کنیم ولی از اون طرف اگه بخوای تو بخش مسابقه رو جدی بگیری این،, این،, این, روشش نیست چگونه میشه میگم باز همون سابقه های داوری به من میگه که بسیار کار دشواریه تو در یک جشنواره که 32 فیلم رو در واقع داری به داوری بشینی و واقعا توشون بفهمی بهترین صدا کدومه بهترین گریم کدوم بود اگرچه امیدوارم واقعا 5-6 تا فیلم خیلی خیلی موثر و خوبتر باشه که کار داوری رو یک کمی چیز راحت تر بکنه ولی واقعا سال سختی رو داور دارن شما چیز رو دارین دیگه سابقه در واقع حضور تو این جمع ها رو دارید الان قبل از این ضبط این برنامه بل. دوست دو از منتقدا اینجا بودن داشتیم حرف میزدیم به نظرم اتفاقی که ا... ا... یعنی امیدوارم در واقع اتفاقی که در جشنواره 34 م افتاد نیفته جشنواره 34 ام چارم... جشنواره بود خیلی نزدیک به این جشنواره 37 ام بود و فیلم های مهمی در واقع توش نمایش داده شد و اونجا اتفاقی که افتاد این بود که در حالی که همه درباره یک سری فیلم دیگه داشتن حرف می‌زدن داورها یهو اومدن از سوی لوپ شاید آه. دو فیلم بیرون کشیدن که هیچکس فکر نمی‌کرد که وسط اون مهم. همه فیلم مهم این البته یه نوع نگاه اینجوری با. آقای نقیبی که یکی از وظایف داوری کشفه ام. کشف استدار آره درست شاید تو آرد. به منتقد و یه برنامه ساز که مجبوری همه فیلم ها رو ببینی و همه فیلم رو در واقع حالا با, با هر دقتی. ولی اونا یه داستان دیگه است که تو ببینی خیلی خوب پنج تا بازیگر کاندید داری یا مثلا اصلا بازیگر رو فراموش کنیم پنج تا کارگردان کاندیدت میتونن باشن یا هفت یا هشت واقعا اگه کسی هست که میتونه کشف تو چون هر جشواری در هر جای جهان پوزش به کشف باشه آره پوزش به کشف باشه ولی مثلا اون سال که داریم حرف میزنیم مثلا چه یهو مثلا امکان مینای کمال تبریزی رو در آوردن در سالی که آره، مثلا آدم. نفس آبیار بود بله. با بود ایستاد در قبار و انقدر فیلم بود اون جشواره میگم اون سال آره. 13 تا فیلم بله. عجیب غریب بود و یهو مثلا فیلم فرزاد معتمد آخرین با کیس هر و دیدی و امکان مینا رو در آوردن همه همینجوری همدیگه فقط نگاه میکردن امسال هم به نظرم باز دوباره هفتش دو فیلم خوبه امسال به نظرم چه آره، باقی فیلم کلاری هم. چه خانم درخشنده باقی... چه بقیه دوستان آره. آره، رو همین پنشیش تا فیلمی که در واقع حدقه یه توافق عمومی وجود داره در واقع اینا هم آره. آره. بایستن و خیلی در واقع سعی نکنن که ما رو قافلگیر کنن آره سورپرایزمون کنن به نظرم جشوره مشخصیه خیلی از همه چی کنم حرف زدی خیلی مرسی نیلوفر اگر که نکته ای هست من معمولا این گفتگوهای جشنواره ای رو با این میبندم که تماشاگر جشنواره رو با چه جمله ای با چه چیزی دعوت میکنید به تماشای در واقع این فیلم در واقع برگردیم واسه جمع کردنش به خود سال دوم دوست دارین که به چی توجه کنه تماشاگر سال دوم دانشگاهی من با چه نگاهی بفرستینستم تو تماشای این فیلم برای خودم اینه دارم که همون به نگاهی که برای به هر حال جامعه زنان یه خورده سختتر تصمیم گیری امه. توی جامعه تنگتر و کوچیکتر و به این نگاه کنن که چقدر تصمیم گیری سخته امه. و به پرده کشیدن و در و نگاه کردن مرسی داریش. من, من واقعا فکر میکنم که سال دوم دانشکده من همه تلاش من این بوده که فیلمی باشه در تحسین وفاداری در تحسین پایبندی به یک سری اصول رابطه با با هم بودن و چگونه با هم بودن همیشه به من پیشنهاد میکردن که بهترین اسمی که برای این فیلم میتونی بذاری اینه که دوست بهترین دوستم ولی 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 خب ببین همین همین همی این خودش خیلی کنجکاو برانگیزه اما میتونه اسم زردی هم باشه ام. ولی ولی من فکر میکنم که جهانی که بهش پرداختیم هم توش رفاقت هست هم توش وفاداری هست هم توش ذهن پر از تعارض تا... چیز... و پر از چند راهی یک جوون 22 ساله که به نظرم میرسه تمام مخاطبا کما بیش تجربهش کردم. مرسیو مرسی میگم مرسی ممنونم مرسی. مرسی. مرسی مرسی از مرسی مرسی. 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 ازتون سال دوم دانشکده من در دو سه روز واقعاًنده جشواره تماشاش بکنید فیلم مهمی فیلم تاثیرگذاریه و بیرون از این موج ها و ای به نظرم باید دیده بشه قضاوت بشه کما اینکه فیلم های پیشین رسول صدرامی هم هر کدوم جایگاه خودشون رو در طول زمان بیشتر از قبل هم پیدا کردن ممنونم که با ما بودین من خسرو نقیبی در استودیو آرت تاکس برنامه مولن روش امیدوارم که شبهای دیگر این دوست شب باقی مانده رو هم کنارمون باشید و این برنامه رو این جشنواره رو با هم دیگه به فایان ببریم ممنونم و شبتون بخیر